جناب آقای علی مطلبی، درود. درود بر شما. 3 دقیقه وقت دارید علی آقا. خیلی ممنونم. درود دوستان. جمهوری بی خدایان یه گروهی بودی ما در توییتر، میدونم ادامه همون گروه یا یه گروه دیگه است؟ بله همونه، با آقای آرمین نوابی. بله، سلام، منو بهشون برسونید. اون تا منو با این آیدی که نمیشناسم، با یه آیدی فکر کنید. آره منم همینا، بعد یه پیغام به من بده ببینم کدومی که دوستان بودی علی جان. خوبه بابا، میگم نه دیگه، برای میگم ما جمهوری بی خدایانیم، خودمونو دارم میگم. تو فهمودی که نمیدونم این جمهوری بی خدایان همون جمهوری بی خدایانه؟ داریم میگیم آره همونه. عرض کنم که فقط ببینم، نمیدونیم الان چون اینجا با اسم دیگه هستی، نمیدونیم کدوم یکی از دوستان ما هستی. بحث سر این بود، اگر دوست داشتی پیغام بده ببینیم چی هست. آره فدات. دوستان، ما مشکلمون با دیندارها یه موضوع فردی بود. مثلا من ناصر بودی، من میتونستم به عقاید آقای ناصر طلبه چنان توهینهایی بکنم که ناصر فلج اطفال بگیره. منتها بحث من و ناصر نیست، موضوع یک سرطانیه که کل مملکت ما رو گرفته و ما فقط الان وظیفه داریم که راههایی رو پیدا کنیم که این بچه‌هایی که میرن تو مدارس اینا شستشوی مغزی میشن، اینا رو روشن کنیم. بعد با توهینم نمیشه، واقعا هیچ قبول نمی کنه. من که مثلا مادرم مسلمونه، نمیتونم با توهین اینو قانعش کنم. و اینکه توبت بکنم، دلایل بیارم آروم آروم، اونم تازه اگه اینا ذهنشون فلج نشده باشه. یه سری آدم هستن واقعا فلج ذهنی. اینا شما هر چقدر به اینا توضیح بدید، دلیل بیاری، به هیچ عنوان یه آدمی که از نظر ذهنی معلول هست نمیتونه درک بکنه شما چی داری میگید. به خاطر همین من خودم مدت هاست دیگه ول کردم این توهین کردن و عصبانی شدن و فلان. چرا من عصبانی بشم؟ چون مثلا ناصر معتقده چه فلان فلان افیر فلان بوده، محمد فلان بوده، اون مسیحیه معتقده چه مریم باکره بوده، بچه آورده، بچهش با خدا صحبت کرده. خب این یه سری آدمایی هستند که فلج ذهنی هستند، در واقع نمیفهمند چی دارن میگن و از عقایدشون هم نمیتونن تازه دفاع بکنن. من چرا بیام خودم رو عصبانی بکنم، ناراحت بکنم، بعد بیام به این توهین بکنم؟ با توهین کردم ما به جایی نمیرسیم. سالهای سال هم بره به هیچ جایی نمیرسیم، مگه این که بخوایم دارو با دلیل قانع بکنیم، خصوصا بچه ها رو، بچه های مدرسه ای، اونایی که میبرن تو مدارس، این معلم های مزد بگیر میبرن شستشوی مغزی میدن. ما باید اینا رو روشن کنیم آروم آروم. نمیدونم چند روز پیش بودی، 2 روز پیش بود فکر کنم، ببخشید، وریا بود دیگه، این دوستمون با شاهین یه گروه گذاشته بودن، یه روم زده بودن، خیلی محترمانه اومدن، همه رو قشنگ صحبت کردن. هر چی اومد، هر انسان معتقدی اومد بالا، باشو مناظره کرد، همه رو برد گوشه رینج و همه رو هم ناکور کرد. خیلی هم عالی بود، من خودم بودم تو اون بحث. ما به نظر من با توهین به عقیده یک یهودی یا مسلمان یا هر چیزی دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، چون بحث من و تو نیست، بحث یه مملکتیه که 14 گرد تمام این سرطان تمام وجودش رو گرفته. مثل اینکه من الان یه سرطانی دارم بعد بشینم بگم سرطان فلان فلانه، از سرطان و فلان فلان، پدر سرطان و فلان، نمیشه، چه چیزی درست نمیشه. ما باید بشینیم فقط درمان بکنیم خودمون رو. خیلی ممنون، تمام شد، مرسی، میبوسم به تو. ممنونم. ممنونم علی عزیز. آقای پیمان، صحبتی دارید برای دور دوم؟ من یه نکته کوتاه میگم که زیاد وقتم نگیرم. من میخواستم بگم که اگه انسانی به این درک برسه و واقعا اینو درک کنه و بفهمه که هیچ چیزی مقدس نیست در این دنیایی که فانی هستش و جاودانه هم نیست،
مقدر هیچ چیزی مقدس نیستش بهتر میتونه عقایده و موردهایی که بهش فکر میکنه یا انسانهایی که میبینه عقیده ای دارن یا باوری دارن یا شخصیتی دارن این چیزها رو بهتر میتونن بفهمن درک کنن. و یه انسانم من بازم میگم اگه عقیده ای داره باوری داره باید پرسش کنه، باید تحقیق کنه و به یه باور و یه عقیده کامل و درست برسه و به دلیل منطقی داشته باشه و مدرک علمی داشته باشه، نه همین جوری چیزی از بچگی توی مخش کرده باشن. دیگه ما تو قرن 21 باید یکم بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر فکر کنیم، بیشتر پرسش کنیم، بیشتر انتقاد بشیم و بیشتر انتقاد کنیم. مرسی، ممنون. تشکر میکنم آقای پیمان. کاوه جان بفرمید. مرسی تا ایدادان. فقط یه مسئله دیایاور بشن، آخه دایره توهین هم برای این دوستان خیلی بسته و تنگه. من چند وقتی توی اون خودم مثلا صحبت کردیم که مثلا داشتیم صحبت میکردیم، من گفتم علی، دیدم یکی اعتراض کرد آقا توهین نکن امام علی. میگم آقا من نمیخوام لقب امام رو بگم به ایشون، شما دوستاری بگو. این یعنی مصداق توهین برای این دوستان اصلا دایرهش خیلی تنگتر از این هر بازستان. درسته، ما حتما درست جهتی نمیشه هی دوستان به حاشیه رانده میشه بس در لابلای کلام دوستان. ما هنوز نرسیدیم اینا رو واقعا دستبندی کنیم و بهش بپردازیم. آقای یاشار اگه صحبتی دارید بفرمایید. آقای یاشار بله. چرا، خواهش میکنم بفرم. خدمت شما عرض کنم که من به عنوان یک کسی که از قبل سابقه مسلمانی داشتم، مثل خیلی از دوستانی که اینجا هستن، با این نظرات دوستمون همونطور که گفتم موافقم که با توهین به جای ما نمیرسیم. من میخوام از این دوستان مسلمان، حالا آخوند، طلبه، هر سپاهی، بسیجی، هر چیز، میخوام ببینم که دستاورد این اسلامی که اینا ازش دم میزنن، دستاورد این اسلام چی بوده؟ به ما چی داده؟ 1400 سال یه موضوعی رو هی ما تکرار کردیم. شما ببینید یه کشور اسلامی ما نمی‌بینیم که یه احترامی داشته باشه. شما نمونش پاکستان رو هند رو فقط نگاه کنید، جفتشون از یه نژادن، از یک زبونن، از یه چیزی هست. یکی رفته دنبال اسلام و داستان، شما می‌بینید اون کثافت کرده‌ای به نام پاکستان درست شده که میگن ما پاکیم، بقیه همه ناپاک هستن. این برای میبینید که هند هست، با اینکه فقر هست، با اینکه بدبختی هست، با اینکه بیچارگی هست، شما تو کمپانی های بزرگ وقتی میرید میبینید بیشتر هندی ها دارن کار میکنن. و شما نگاه میکنید میبینید که هندی به ملیتش اهمیت میده. شما پرچم هندوستان رو اون موقع که، حالا من آمستردام زندگی میکنم، اون موقع که توریست ها زیاد میمدن، شما این توریست های کل پشتی که دارن پشتشون همشون مثلا پرچم های هندی، یعنی معلوم بود که اینا از هند اومدن. اون آبرو اعتبار رو ما با برکشیدن ملیتمون میتونیم به دست بیاریم و در داخل یک ملیت که ایرانی هست میتونه مسلمان باشه، میتونه شیعه باشه، اون دیگه به شخص بستگی داره. من یه نکته که میخواستم بگم، ماها وقتی که مثلا تو ایران که ما بودیم، خب مثلا مساجد تو تهران مثلا یک دونه سنی ها، 11 میلیون سنی ما تو ایران داریم، تقریبا یک دونه مسجد اینا تو تهران به عنوان ام القرای اسلامی که بهش میگن، یه دونه مسجد سنی ها ندارن تو تهران. و به خاطر این نمازهای نمیدونم عید فطر رو نمیدونم از این داستان ها، اینا میرفتن از سفارت مثلا پاکستان اونجا مثلا استفاده میکردن، یه نمازخونه بود و اینا اونجا استفاده میکردن. وقتی من اومدم اینجا دیدم یه کشوری هست که ادعایی به قول معروف از دین و دینداری نداره و نباید هم داشته باشه، هلند. شما نگاه میکنید ببینید پاکستانی ها برای خودشون مساجد خودشون رو دارن، مراکشی برای خودشون دارن، ترک ها برای خودشون دارن، ایرانی ها که حالا اهل مسجد اینا نیستن، سفارت جمهوری اسلامی مثلا یه مسجد اینا هم چیزی درست کرد که بیشتر افغان ها اونجا هستن و میرن و میان و اینا. منظورم به این میخوام بهشون بگم با دین اسلام تو کشورهای اسلامی شما نمیتونید، تو خود کشورهای اسلامی چی میگن، فرقه های مختلف اسلام رو نمیتونی قبول کنی، هر کی فرقه خودش رو داره.
ولی تو یک مملکت سکولاریسم، مملکتی که بر مبنای سکولاریسم بنیان گذاشته شده، اون اسلامی هم میتونه مسجد خودش رو داشته باشه. یه نکته آخر رو من به شما بگم. من تو اینجا کار میکنم، تو قسمت لوجستیک کار میکنم. خب ما مثلا بریک داریم به وقت موقع کارمون و اینا، یه جایی هست که میرن لباسا رو عوض میکنن، مسلمان ها، حالا چند تا مسلمان متأسفانه داریم، میرن اونجا نماز میخونن و اینا. یه در واقع میشه گفت لیدر جدیدی اومده برشه اون مثلا جا رو یه جای مخصوصی برای مسجد، مثلا حالت مسجد مانه برای مسلمان ها درست کرده. من تابلو زده بود اونم الله و اونم محمد و این تابلو اسلامی اینا زده بود اینا. یه دوستی داریم تو اون قسمت ما کار میکنه، اسمش عبدالرحیم، مال مراکشه. بهش گفتم عبدالرحیم دیدی این مسجد رو رفتی؟ دیدی؟ گفت آره خیلی خوب بود و اینا. گفتم دم این یارو گرم، اسمش هورسته، اون منیجر اون که این کارو کرده. گفتم دمش گرم واسه مسلمان چه چیزی کرده و اینا، حالی داده به مسلمان. این آقای مسلمان به جای اینکه بگه آره بابا دمش گرم این آدمه، مثلا هورست اگه شما نگاه کنید یه آدم آلمانیه، مثلا کاسه، یه آدم نگاه میکنید فکر میکنید راسیسته مثلا اینجوریه، به جای اینکه این آقای مسلمان بگه بابا آره راست میگه دمش گرم مثلا فلان اینا، گفت بله دیگه اینا نور اسلام همش دیگه، اسلام بالاخره همه جا رو میگیره. یعنی یه آدم مسلمان در ذاتش خودش رو برتر میبینه، فکر میکنه همه مثلا چه میگن نوکر در خونه پدرشن مثلا، به جای اینکه بگه توی کشورت غیر مسلمان انقدر اهمیت بهشون میده اینجوری برخورد کرد. من تشکر میکنم، فاشیست میرم فاشیست اسلامیه یا شارجان، خواهش میکنم ممنون یاشا جان، البته چون داستانی داشت تعریف میکردی وقت گذشته بود دیگه گفتم. خواهش میکنم، دمتون گرم، مرسی که وقت گذاشتید. خانم شهرو این صحبت کردید؟ صدا میاد؟ بله بله. من آرزوم ناصر اینجا بود. اوه هست، این خیلی بامزه است. میگه که جمهوری اسلامی فرق داره با اسلام. بعدم یه سری اعدام رو میگه، اگه اینجور باشه اعدام نمی کنیم، اگه اینجور باشه اعدام نمی کنیم. اصلا تمام این کشت و کشتارا بیسش روی مخالفت با دینه. آخه چطور شما می آها رفت، بازم ببین ناصر رفت. نه مشکل اینترنت داره. آره مشکل اینترنت داره و وی پی ان داره. اوکی، بدون ناصر چه فایده داره حرف بزنیم؟ اما در هر حال میخوام اینو بگم، کسایی که میگن جمهوری اسلامی رو از اسلام جدا کنید، تا کی میخوان خودشونو مضحکه کنن؟ آخه این یعنی چه؟ دقیقا خود اسلامه و تنها حسنش این بوده که خیلی ها رو به نتیجه حرفای ما رسوند بعد از انقلاب که اینو بفهمیم. یک چیز دیگه هم راجع به همین توهین میخواستم به شما بگم. آقای سه تا آقای که قبل از من صحبت کردن که میگفتن مثل این میمونی که به سرطان بگه خاک تو سرت، سرطان فلان، سرطان فلان، نه. ولی از اون ور اینو حساب کنیم، برای ماها مثل این میمونه که بچه ما خودمون سرطان بگیریم، عصبانیتمون رو نمیتونیم که با واکسن درست کنیم، واکسن سرطان. مجبوریم. این کمترین حسنش اینه که ما وقتی قدرت نداریم یک چیز به این وحشتناکی کثافتی زورگویی از بین ببریم، جز این که خودمون رو خالی کنیم، فوش بدیم. من به شما، من خودم میدونم یه ذره شاید یه دقیقه بیشتر بخوام، من خودم با توهین شخصا تونستم یه خانواده‌ای که اینا میخواستن سفره ابوالفضل بندازن از کارشون شرمنده کنم و از 10 سال پیش ماجرای اتفاق افتاد که من باعث شدم این خانواده الان جزء بیباورا، اتیستا و خجالت زده شدن وقتی که منو دعوت کردن برای سفره ابوالفضل به خاطر خونه‌ای که خریده بودن. بنابراین توهین باور کنین کار میکنه، باور کنین کار میکنه، دست از توهین بر نداری. شریف جان خیلی ببخشید، من آخر این حرفم که دیگه نیام تو حرف. این درسته، بعدن که دقت کردم عکس شما معلومه که مسخره میکنه، ولی مثل این میمونه من برم یه عکس مقنعه بزنم با اینکه دو تا شاخم میذارم رو سرم، ولی با این حال ممکنه کسی که نمیدونه اولش بیاد قبل از اینکه بهش حقم میدم بیاد 1000 تا فوش به من بده، قربونه شکلت برم، حالا یه جوری اینو درستش کن. خیلی ممنونم. بسیار ممنونم. من فقط کابه جان
مرسی. تو دوستانی که الان شنونده ما هستن، دوستان خیلی عزیزی هستن که میشناسیمشون از قدیم در فضاهای دیگه، خصوصا من میخوام اینجا دعوت کنم از خانم شهرزاد که واقعا از عقایدش من مطلع هستم، اگه مایلن بیان بالا، میدونم که حرفای خوبی دارن بزنن. حالا نمیدونم بقیه دوستان اگر هر کدوم مایل هستن در خدمت هستیم. من این موضوعی اجازه هست عرض کنم؟ خیلی ممنون از فرصتی که به من داده شد. من در دوره قبل در مورد اعتدال فکری صحبت کردم که حکم اعدام هست. عزیزان ممکن این سوال برایشون مطرح بشه که اعتدال فکری یعنی چی؟ ما دو نوع اعتدال داریم، یه اعتدال فکری، یه اعتدال ملی. اعتدال فکری به چی میگن؟ به کسی میگن که یا پدرش یا مادرش مسلمان باشه و اون بعد از اینکه از پدر و مادرش مسلمان شده از اسلام خارج بشه، حکم اگر مرد باشه بلافاصله حکمش اعدامه و اگر زن باشه حکمش حبس ابده. اما ما یه ارتداد ملی هم داریم عزیزان. ارتداد ملی چیه؟ ارتداد ملی این هستش که شما پدر مادرت مسلمان نباشه ولی شما به اسلام گرویده باشی، اگر از اسلام خارج بشی 3 روز بهت مهلت میدن که شما توبه کنی. اگر توبه کردی که هیچ، اگر توبه نکردی چه مرد باشی چه زن بلافاصله حکم اعدام هستش. اینم خواستم مطرح کنم که عزیزان اگر از ارتداد فطری و ملی صحبت میکنیم، اینا چیزایی است که در به قول معروف متون شهری و فقهی بهش استناد شده. متشکرم. ممنونم از شما. کارو جان اگه اجازه بدی بریم سراغ آقای سعید. دور اولشون هستا صحبت نکردن و بعدم آقای شفی، عذر میخوام، بعد شما کاوه جان، بعد آقای شفی. بفرمایید آقای سعید. سعید کارخانه، آقای سعید کارخانه تشریف ندارن. کاوه جان میشنویمت. من فقط دوستاشو میتذکر بدم، حالا شهرو عزیز خیلی با احساس صحبت میکردن، یک سری دوستانی که من حالا باشون خیلی روبرو بودم، زیاد به در واقع وضع ظاهری دوستان توجه نکنیم. پوشش ها تو مناطق مختلف ایران فرق میکنه. بعضی وقتا مثلا توی سیستان و بلوچستان یا نواحی مثل این پوشش ها به همین شکل هست و اصلا ربطی نداره که عقیده فرد و با لباسش همخوانی داشته باشه یا اصلا ما فکر کنیم که حالا هرکی یک چیزی مثل عمامه بالای سرش هست اون حتما مسلمان هست یا به این شکل. اینو فقط خواستم تذکر بدم. من زیاد صحبت نمی کنم تا دوستان دیگه بتونن صحبت کنم. ممنون. سفر جان برخصیم اگه هر زمان موقعی من حتما. ممنونم کاوه جان. آقای سعید، آقای سعید کارخانه اگر صحبت نمی کنید مفتو آدینستون کنم. صدای من میاد؟ بله بله الان میاد. ببخشید دفعه پیش من سعی کردم صحبت کنم ولی هرچی صحبت میکردم صدام نمی اومد. من عذر میخوام. اگه اجازه بدید یه توضیح کوتاهی بدم در خصوص اینکه این دوست عزیزمون آقا ناصر فرموده که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. بله دقیقا به مسئله ارتداد اشاره نکرده، اما قانون 167 مجازات اسلامی اونجا اشاره میکنه که اگر قاضی نتونه تصمیم درستی بگیره باید رو بیاره قانون اساسی 167 اساسی دقیقا باید رو بیاره به منابع اسلامی و از منابع اسلامی اونجا کمک بگیره و سر مسئله قاعدتاً ارتداد هم قضات این کار رو انجام میدن. اما واقعیت اینه که در خصوص توهین به دین اگر بخوایم خب توی جوامع اروپایی نگاه بکنیم، لحاظ قانونی توهین به دین جزی از آزادی بیانه و این حق رو به انسانها دادن، چه تو مسئله هنر که ما به وفور داریم میبینیم، حالا توی داستان، نمایشنامه، به اصطلاح شعر و نقاشی این اتفاقات میفته و قاعدتا وظیفه قانون دفاع از کرامت انسانه، نه ایدئولوژی یا به اصطلاح باورهای انسان، چون باورهای انسان قابل نقدن، حتی قابل توهین هم هستن. اما اون چیزی که هستش متاسفانه دیگر ایدئولوژی ها، چه ایدئولوژی آسمانی چه ایدئولوژی زمینی، با این مسئله تا حدودی کنار آمدن، ولی اسلام و خب قاعدتا دوستان مسلمان هنوز با این مسئله کنار نیامدن و میبینیم که
توی سرتاسر دنیا زمانی که این اتفاق میفته اکثریت مطلق، یعنی من 100% نمیگم، اکثریت مطلق از جانب جامعه اسلامیه و کسانی هستن که باور دینی دارن و با این مسئله خب قاعدتا نمیتونن کنار بیان. و دوست عزیزمون آقا ناصر اشاره کردن که به اصطلاح به چند تا حدیث و اینا اشاره کردن. ببینید ما توی آیه قرآن حتی این مسئله رو داریم. منم معتقدم که نقد اسلام، نقد دین هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. اگر بخوایم یک نگاه انتقادی به دین داشته باشیم و دین رو نقد بکنیم، تو همون مسئله اسلام تو آیه قرآن ما میتونم به شما به اصطلاح رفرنس بدم که برید نگاه بکنید که فذر بر رقاب گردن را بزن جزی از آیات قرآنه. حتی برای کفار داره این مسئله چیز میکنه. و پیغمبر اسلام قاعدتا زمانی که خانه خدا رو به اصطلاح میگیرن، به قول مسلمان ها، این پیغمبر اسلام به دیگر بت‌هایی که اونجا بوده هیچ احترام نمیگذاره و مسئله به اصطلاح باور رو پذیرفتن یا احترام به ادیان دیگر رو ایشون نمیپذیره. ما تو مسئله حدیبیه داریم، توی قاعدتا الان ذهنم یاری نمیکنه چون خیلی فلبداهه من دارم صحبت میکنم، ولی اینگونه هستش. و چیزی هم که هستش، ببینید ما با ایدئولوژی طرفیم. مسئله ایدئولوژی اینه که میگه شما شک نکن، شما هیچ چیزی رو خارج از اون چیزی که به خورد شما دادن تحت عنوان یک کالا، تحت عنوان 15 ثانیه ممنونه، این رو بپذیر. و برای همینه که زمانی که با اندیشه نقادانه و با شک کردن به اصطلاح برخورد میکنن، توی فقه شیعی میاده که شک کردن، انسانی که شک بکنه اساس دینش غلط هست و عبادتش باطل هست. اینا چیزایی که هستش دوست دارید. ممنونم ازت. بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم ازت. آقای شفیع شما صحبت نکردیم فکر میکنم. نه صحبت نکردم. بفرمایید. بازم سلام و درود. میخواستم به این آقا ناصر بگم، آقا ناصر جان شما میگید تو قانون اساسی ایران این نیست. خب درست شاید تو قانون اساسی علنا ننوشته باشن، ولی چیزی که اجرا میشه، چون تو قرآن گفته و دین رسمی اسلام و شیعه هست. مثلا آیه سنگسار هم خب حدیث داریم که بز خورده. خب الان شاید تو قرآن آیه سنگسار نبینیم، ولی تو کشور اسلامی اجرا میشه و مجازات سنگسار قشنگ علنی اجراش میکنه کسی که زنا داشته باشه. اینا رو بازم دم اون بزگرم اقل خوردش علنی تو قرآن نایمد و نه جون میلیون ها یا هزاران انسان به خطر میفتد. بعد شما میگید نگاه کنید یه بچه که یه ذره سواد خوندن و نوشتن یاد بگیره، دو تا چش سالم داشته باشه، قشنگ قرآن بخونه، همه چیز رو میفهم. من نمیدونم شما چرا خودتون کوچلی چپ میزنید. توی اسلام مالکشی یکی از ارکان اصلیه که با جز اصول دین بشه، به نظر من اولیش هم باید باشه، چون یک مسلمان اولین چیزی که یاد میگیره مالکشیه. الان تو قرآن خیلی آیه زیاده که کفار رو نجس میدونن، زنازاده میدونن، بعد قتلشون واجبه، هر جا میگه دیدید بکشیدشون. بعد شما مثلا میگی نه چنین چیزی نیست، ما مسلمان ها اینجوری هستیم. خواه جان قرآنتون اینو گفته، آیا یعنی شما قرآن خودتون قبول ندارید؟ بعد از اون هزار تا تفسیر دارید در میارید. یعنی این شما یه لباسشویی بخرید، به راحتی تو بروشورش به چند زبان مختلف قشنگ نوشته، همه چیز رو توضیح داده، آقا جان این دکمه رو بزنی این کارو میکنه، بزنی این کارو میکنه. یعنی این خدای به اون بزرگی نتونست یه کتاب بفرسته که همگی ازش یه برداشت داشته باشن. شیعه با سنی مشکل داره، بعد شیعه چند امامی با اون مشکل داره، اسماعیلی و صوفی و اینا. این خدای ضعیفه که نمیتونه کتاب بفرسته که 4 تا آدم اونو بخونن بفهمن. بعد ادعای مسلمان ها که از اونم بالاتر میره، میگه نه اون دانشمندان کفار غربی نمیتونن یک کلمه مثل قرآن بیارن. خب آدم 4 کلمه سواد عربی اون جدول چیز عربی رو یاد بگیره، میگه خاک تو سرم دانشمند عربی که نتونن 4 تا آیه مثل قرآن بیارن. مگه چی داره قرآن؟ چه مثلا معجزه‌ای داره که هیچکس نتونه بیاره؟ معجزه نهایتش تهشین بوده که یه بار میگه قرآن خدا نمیدونم آسمان از اون 6 روز آورده، باز 7 روز نمیدونم تگرگ از کو میباره. خب این چیزا که فکر کنم یه بچه‌م تو این دوره زمان میفهمه که این مش دروغ و چیز و اون خدا نمیتونه اینو نوشته باشه. بعد شما مثلا 15 ثانیه شفیع جان. ای بابا چقدر زود گذشت. من بعد می‌خواستم بگم که شما همیشه میگید که اسلام دین صلح، ولی 1400 سال اسلام هیچ وقت به صلح نرسیده و مطمئن باشیدم نمیرسه.
حالا نمیدونم چجوری خودتون هی دارید گول میزنید که ما دین صلحیم و برابری هستیم. والا چی بگم، بقیه ادیانی که حتی گاف پرستن انقدر چی بگم صلح بیشتر دارن تا یک اسلامی که اون الله پاکو میدونه. اونا حداقل چاقو بر نمیدارن همدیگر بکشن، اگه تعداد معدود اتفاق بیفته که به گاو بی احترام میکنی، ولی مسلمان چپ راست دارن آدم میکشن و ادعا میکنن دین صلحن. میگه اگه دین من دین صلح نیست به شرق نمیشاشی میکشمت. ممنونم، خیلی مسالمت آمیز و با من یه چیزی هم اشاره کنم در مورد آیه گفتش. واقعا من موندم که چطور الله توانا نتونست از کلامش در مقابل شکم بز محافظت کنه. واقعا دقیقا. خانم محبوب اگه جانم میشنویم بعد هستم دوردم مجدد. من میخواستم به این آقا ناصر بگم که تماما هم صحبتشون هم رفتارشون داره تناقض و دروغ هست، هرچند که اسلام کلا دروغ رو جایز میدونه و مدام میگه اگه جایگیر کردی دروغ بگو اشکالی نداره. دست است که دروغ گفتن انسانها رو تبدیل به بدترین و بیوجدانترین آدمها روی کره زمین تبدیل میکنه. یکی اینکه من بهشون گفتم که شما داری پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو داری اینجا انجام میدی، میگه نه. میخوام ازشون بپرسم این عکسی که باشون انداختن علی یا محمد یا حسین یا فاطمه که نیست، همین خاتمی قاتله که سال 88 همه رو کشت، یا حالا سال 78. میخوام ببینم که اگر برای جمهوری اسلامی کار نمیکنن، این عکسی که باشون انداختن عکس کیه؟ فکر میکنم اینه چیز نکات ریزی که شاید دوستانم متوجه نشدن و ازشون نخواستن. یکی این و یکی این که میگن دین اسلام دین محبت دین صلحه. میخوام ببینم که از لحظه که ایشون میاد صحبت میکنه، یا از اعدام صحبت میکنه، یا از قطع دست و پا صحبت میکنه، یا از چیزهای دیگه صحبت میکنه. میخواستم در مورد یه شخصی صحبت بکنم که توی امریکا به اسم تد باندی، حالا نمیدونم فیلمش هم مستندش هم اومده، دوستان اگه دوست داشته باشن میتونن برن این فیلم و مستند رو نگاه بکنن. یه قاتل امریکایی هستش که خودش درس وکالت میخونده و در دهه 70 و 80 امریکا نزدیک 70 تا 80 تا زن رو تجاوز میکرده و اونها میکشه به بدترین وجه ممکن. یعنی حتی بعد از اینکه بهشون تجاوز میکرده به جسد تیکه تیکه شدهشون هم تجاوز میکرده. این آدم رو به چندین بار به حالا به ترفندهای مختلف میگیرن زندان محاکمه که دو بار فرار میکنه. میخوام بهتون بگم که حتی کشورهای اروپایی به اعدام انسان، یعنی کسی که جون داره، اعتقاد ندارن، میگن که حتی اونایی که خودشون مسلمان نیستن و مسیحی میدونن خودشون رو، میگن چون ما جون به انسان نداریم حقی هم نداریم که جونش رو بگیریم. یعنی بدترین و قاتلترین محکومینشون رو به حبس ابد نهایت محکوم میکنن، کسی رو اعدام نمیکنن. ولی این آقای تد باندی رو دوبار که میگیرن و این انقدر باهوش بوده، دوبار از زندان فرار میکنه و در نهایت مجبور میشن که با صندلی الکتریکی ایشون رو اعدام بکنن. میخوام بهشون بگم که همین پارسال یه آقای توی مشهد مشروب خورده بود. یعنی میخوام بهتون بگم که اسلام کلن دین فضولیه، یعنی دماغش تو زندگی همه ماها هست. چرا مشروب میخورید؟ چرا موهات بیرونه؟ چرا مهمونی میگیری؟ چرا با اون یکی حرف زدید؟ چرا با اون حرف زدید؟ چرا این حرف رو زدید؟ چرا اون حرف رو نزدید؟ میخوام بهشون بگم که همش میان دین رو خوشگل میکنن. بازم حالا من میگم، باز ایشون میگیرن در جواب علی آقا که میگن توهین جواب نمیده. محبوب جان بیست. میخوام بهشون بگم که چرا توهین جواب میده. شما اگر عصبانی باشی، ناراحت باشی، با یه نفر یه بار با زبون خوش صحبت میکنی، دو بار صحبت میکنی، سه بار صحبت میکنی، دفعه چهارم چیکار میکنی؟ باش دست به یقه میشی و بهش فوش میدی، شاید اونجا جواب بده. ما اگر دین اسلام رو از سیاست جمهوری اسلامی جدا نکنیم، هیچ وقت هم نمیتونیم کنترل داشته باشیم روی بچه هامون که میرن توی این نظام شروع میکنن به الفبا یاد گرفتن. درسته که توی درسشون یا از قاسم سلیمانی کودکش میخوان صحبت بکنن، تبلیغ بکنن، یا دین محمد و علی هارون‌زاده رو. من باید یعنی اینو من بهتون میگم، باید عقاید بهش بدترین توهین ها بشه با بدترین شرایط. مرسی از اینکه به من بخشید. ممنونم از ممنونم از محروم جان. 30 ثانیه هم بیشتر صحبت کردم.
درود بر تو محبوب جان. دوستانی که صحبتشون تموم شده لطفا خودشون مفتوح آدینس کنن. آقای محمد من میتونم صحبت بکنم؟ بله میشنویم. صدای من داری؟ من اینجا شب هستش، خدا آروم صحبت میکنم. یه چند تا نکته رو میخواستم بگم. یه نکته میخواستم از آقای ناصر تشکر کنم که من تقریبا هر شب تو گروه های مختلفی که بحث میشه ایشونو میبینم و ایشون میان به قول یه تنه صحبت میکنن و متاسفانه البته من میگم من نظرم با این ناصر یکی نیست، حالا جلوتر توضیح میدم، اما بسیاری کانالایی میبینم که حالا یه چند تا آخوند میان کانال میزنن و به قولی میرن دوباره پای منبر یک ساعت دو ساعت صحبت میکنن، مردم هم میان پایین فقط گوش میدن، نه چالشی نه جوابی. اون دوستان اگر واقعا میخوان از دینشون دفاع بکنن بهتره بیان تو این گروه ها صحبت بکنن، نه اینکه یکی مثل آقای ناصر که حالا طلبه هستن جوان هستن میان صحبت میکنن دفاع میکنن تنهایی اینجا باشن. حالا اون دیگه به خودشون مربوطه. یه نکته ای که میخواستم بگم که میام اتفاقا آقایی هم بود یه عرض کنم به اسم آقای لطفی که روحانی بودن، ما هم تلاش کردیم بیان بالا اما خب دیگه ایشون صلاح ندونستن و صلاح دونستن که آقا ناصر تنها باشن تو اینجا. ادامه بدین دوست عزیز. بله خواهش میکنم. نکته دومی که میخواستم بگم یک مقل صداتون رفت دوست عزیز. این صدای منو دارین؟ بله. نکته ای که هستش اینه که از مغلطه معیارهای دوگانه بسیار استفاده میشه، یعنی مثلا بحث تاریخی میشه اونجایی که به نفعشون باشه میگن که خب مثلا فرض کنید به دقت اینکه کی دره کی چی مثلا دره گوشی چیزی گفته رو هم میپذیرن. اما اونجایی که کانکشنتون ظاهرن ضعیف آقای محمد جزا صداتون رو نداریم. بچه شما هم صداشون رو نداریم؟ ما هم صداشون رو نداریم. میکروفونتون بسته آقای محمد جزا؟ خب زمانشون رو محفوظ نگه داریم، بریم صداق دوست بعدی هم قوض شدن بهشون برمیگردیم. اجزه بدید من ملیکا از ملکیادس کیوان ملکیادس یکی از شخصیت های رمان 100 سال تنهاییه. بله خب عرض که من دو تا سوال از حضار محترمی که حالا طرفدار اسلام هستن و میگن که اسلام دین صلح و دوستیه و هیچ کاری به اجبار نیست میخوام بپرسم. اینکه ما الان در ماه رمضان هستیم و خب هر حال روزه اجباری اگرم نباشه ما که تو شرکت نمیتونیم چای بخوریم، نمیتونیم نهار بخوریم چون 5% از افراد شرکت روزه هستن. خب حالا به هر حال ما مجبوریم به عقاید اون 5% احترام بذاریم و خب حالا اون چایی هم که میخوایم بخوریم یواشکی بخوریم، با دهن بسته چای بخوریم. خب آیا این که شما بیاید یک روزه دار رو یک کسی که روزه نمیگیره رو شلاق بزنید و بهش بگید که تو غلط میکنی که تو خیابون روزه میخوری، این منافات نداره آیا با این مهربانی و در واقع نشون میده؟ پیامبر اسلام تشریف میارن و فتح صورت میگیره و بعد به اون اصل دقیقاً منم با داشتم به همین فکر میکردم.
ناصر جان صحبتتو میتونی شروع کنی. استفاده کلمه از فرمایش شده دوستان در پاسخ به این برادر عزیزمون که اشاره کردن به سریه، اولا که این ماجرات جسارتا از اساس دروغه. چرا؟ چون ناکن ما یک قزوه داریم، یک سریه قزوات، اون جنگ هایی هستن که شخص پیامبر اکرم درش حضور داشتند. سریه جنگ هایی هستن که پیامبر درش حضور نداشتند. این که شما میگید رفتن اونجا یک غلامو گرفتن پیغمبر چیز کرد، تهدیدش کرد، این پس اسمش سریه نمیشه، چون اگر پیغمبر درش حضور داشته باید بگیم قزوه. خب این احتمالا شما عذر میخوام قزوه نه آیا میگم همچین اتفاق افتاده یا نه؟ با این اسمی هم که شما میفرمایید من مطلقا جایی نشنیدم، مرسی و مرائیس اینا جسارتا نشنیدم. اما ناکنین دوستان به تاریخ مغازی که من خیلی خیلی ارادت دارم، مغازی واقعی. بله بله واقعی بله. حالا من اینو خدمتتون عرض کنم ناکنین دوست عزیز، ما با این که میگه حضرت علی علیه السلام ولی با این حال حقایقو میگه، جسارتا میتونید بگید این قضیه برای کدوم سالهاست؟ سالهای ابتدای ورود به مدینه یا اواخر؟ فکر میکنم که ابتدایی باشه اگر اشتباه نکنم. ابتدایی. خب جسارتن پس این از اساس دروغه، چون ناکنین در سال شما تاریخ رو میگید که دروغه. نه اون نه الان میگم خدمتتون، نمیدونم دلیل من میگم خدمتتون عزیز، با پیامبر زیر کسا نشست و نمیدونم اون پنج تن اهل عبا اومدن نشستن. برادر عزیزم الان عرض میکنم محضرتون، اجازه بفرمید چند لحظه من عرض میکنم محضرتون. نگاه کنین این که شما فرمودید اوائل حضور پیامبر در مدینه، در اواخر عمر پیامبر میکنم. بله در اواخر عمر پیامبر اکرم، یعنی بگیم تو 3-4 سال آخر سوره ممتحنه نازل شد. این سوره من به از همه دوستان میخوام برن این سوره رو سرچ بکنن، بررسی بکنن، خط مشی حکومت اسلامی در حوزه سیاست خارجی رو بیان میکنه به صراحت. آیه فکر میکنم یا 6 یا 7، ببخشید 7 و 8 فکر میکنم، به صراحت میگه بسم الله الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم. ناصر جان علی فارسیشو بخون، ما اینجا دوستان الان به زبان‌های دیگه به زبان‌های زنده دنیا بقیه شاید اقاطه داشته باشن، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی میخونی من یکی متوجه نمیشم دیگه، ببخشید. عرض می‌کنم به صراحت میگه می خدا شما رو منع نکرده از کسانی که شما رو از خداوند شما رو منع نکرده به کسانی نیکی بکنید و عدالت در خصوصشون به خرج بدید. چه کسانی؟ کسانی که شما رو از سرزمینتون بیرون نکرده اند و شما رو به جرم تظاهر به اسلام نکشتند. این دوتا قیدو میاره. چی؟ یک، شما رو از سرزمینتون بیرون نکردن، چون میدونید پیغمبر رو از مکه بیرون کردن، جنگ های پیغمبر هم با همون اهالی مکه بود، جنگ مثلا خندق، جنگ بدر، احد، ولم یقاتلوکم فی الدین، و شما رو به جرم دینداری نکشتند، بودند اشراف متکبری که مردم رو میکشتند به جرم اینکه به بت‌هاشون رویگردان شده بودند. میگه با اونها تبروهم، نیکی بکنید و تقسطوا الیهم، بعد آخر میگه ان الله یحب المقسطین. این آیه به صراحت داره میگه آقا طرف بی خداست، خدای شما رو قبول نداره ولی شما رو نکشته و سرزمینتون بیرون نکرده، در حقش نیکی بکنید. دیگه آیه قرآن دیگه، ببخشید فلان کسک یه حرفی زده، خب این از قرآن که دیگه برتر نیست. این آیه قرآن به صراحت خط بطلان میزنه به تمام این چیزهایی که مورخین علیه پیامبر جعل کردن، خواستن سیمای تابناک ایشون رو مشبب بکنند. این آیه رو من خدمتتون عرض کردم و خیلی خوبه یه تایتل اختصاص بدید به اسلام و خشونت، قرآن و خشونت. من بیام این کتاب رو براتون واکاوی بکنم ببینیم این دین، این قرآن خشونت یا نه. جان دل ناصر جان شوخی داری میکنی با ما؟ ببخشید شرمنده، حالا شما با اون ظاهر مهربانی که دارید من واقعا شرمنده میشم. یه سال از شما بپرسم که آیا شما حالا این دروغه، آیا قضیه بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقاع اگه اشتباه نگفته باشم و خیبر شما دروغ میپندارید؟ آیا ماجرای غزوه بنی قریظه رو من خدمت جناب آقای ایمان و سلیمانی تو چند شب پیش با هم گفتگو میکردیم، گفتم اولین کسی که این رو نقل کرده اسمش فراموش کردم من، ایشون هم یادآوری کردن،
این مورخ از منظر ما مسلمین ضعیفه. چرا؟ چون اولا یهودی بوده و بعد اسلام آورده. دو، بسیاری از استناداتش و رفرنساش از افراد یهودیه. ناصر جان ببخشید، از کدوم مسلمین داری میگی؟ شیعه یا سنی؟ هم شیعه یا سنیش، هم شیعه هم سنی. جفتشون این عملو ناکن اینه، کتاب بکنم سیرت النبوی اولین کتاب باشه. بله، از این فرد عرضم به حضورتون که گفتن این فرد روایتش مشکوکه. من دوان یک نکته رو عرض کردم خدمتون، آقای سلیمانی هم بودن راجع به همین غزوه. تو تاریخ دو تا روایت اومده، غزوه بنی قریظه این بود که وقتی قلعه محاصره شده بود، یک چوپانی گوسفند اهالی این قلعه رو برده بود بچرونه، اومد دید مسلمان ها غرق کردن، قلعه رو محاصره کردن. مسلمان ها گفتن خب این غنیمت جنگی دیگه. پیغمبر گفت احدی حق نداره به این گوسفند دست بزنه، اینا امانته. روزها گذشت، لشگریان های چشقره میرفتن به این گوسفند ها پی و دنبش رو میدیدن، میگفتن بخوریم اینا رو. پیغمبر میگفت نه. این رو در تاریخ نقل کردن. بعد در تاریخ همونها هم نقل کردن وقتی اهالی این قلعه تسلیم شدن، پیغمبر گفت مرداشون رو گردن بزنید، 700 نفر رو نصف روز کشتند. خب عذر میخوام، این اصلا تناقض نیست، پارادوکس نیست که پیغمبری که به گوسفند رحم میکنه در اوج امانتداری این کار رو انجام میده ولی به مردم رحم نمیکنه. اینجا ما باید به قرآن عرض کنیم، ما باید به قرآن عرض کنیم این وقایع تاریخی رو. قرآن میگه فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رو ما برای رحمت و رحم کردن فرستادیم برای جهانیان. خب کدوم یکی از این دو واقع میتونه دروغ باشه با توجه به این گزاره؟ قطعا ماجرای گردن زده است، طبیعتا گوسفند مثلا مشخصه. چرس کنم والله. آیه بابک من ببخشید اینترنت هم قطع شد، میتونم صحبت بکنم؟ نمیدونم تا کجای صحبتم اومد. اجازه بده بعد از صحبت های ناصر میذارم شما صحبت کنید دوست عزیز، چون قطع شده بود ما رفتیم رو ناصر. اجازه بدید بعد از ناصر میذارم شما صحبت کنید. تشکر ازت ناصر جان، ادامه بده. عرض کردم چنین چیزیه. ببینید اصلا درس خوندن در حوزه برای چیه؟ بنده که 9 سال تو حوزه درس خوندم، اگر دانشکده پزشکی میخوندم الان پزشک شده بودم. ناصر جان اگر مهندس گوشی از دهنت فاصله میدی؟ بله بله چش. اینکه پ و ف و اینا خیلی بد میاد، یکم گوشی رو بله بله. دهنت فاصله بده. ممنونم. آره دقیقاً، پاپ فیلتر هم نداری عملا، هر چی پ هست میدی داخل چیزا. من یه سوال دارم، چرا این روم ضبط میشه؟ دلیلش اینه که خیلی از شنونده های ما و اعضای جمهوری بی خودم و بچه هایی که ما رو دنبال میکنن در اندروید دارن و نمیتونن عرض کنم که این برنامه بشه. من درخواست کردن که اگه میشه این برنامه های این برنامه ها رو ما ضبط کنیم و داخل اون کار تلگرام اون قرار بدیم. حالا اوکی. نه خیلی از دوستان نتونستن وارد بشن به این علت بوده. میتونم عرض کنم مطلبمو؟ یکم فاصله بدی از گوشی رو. آره بفرمایید. ناکنین بعد ببخشید من اضافه کنم، حتی اگه ضبط بشه دوباره پخش بشه فکر میکنم برای شنونده های بیشتری بعدن نظریات و این صحبت ها رو میشنوم، فکر میکنم بهتره تا اینکه فقط یک بله بله طبعاً همینه. من 9 سالی که در دین درس میخونم، در حوزه درس میخونم، حالا البته تحصیلات دانشگاهی هم دارم، این 9 سال اگر دانشکده پزشکی خونده بودم پزشک شده بودم، اگر دانشکده مهندسی میخوندم پی اچ دی داشتم. کاش همون. ببینید درس دین تخصصیه، مراجعه به تاریخ، مراجعه به روایات، مراجعه به قرآن فوق العاده تخصصیه. ما نمیتوانیم به هر منبعی استناد بکنیم. در طول تاریخ بسیاری از دروغ‌ها رو به پیامبر نسبت دادند از روی دشمنی، بسیاری از دروغ‌ها رو به پیامبر نسبت دادند از روی دوستی. هر دو طرف بودند. ببخش دوستان میکروفونتون رو ببندین، خواهشاً صدا میاد. ناصر جان ادامه بده. او همین حساب من میگم ما هر چیزی الان ناکن این روایتی که ایشون گفتن من ناکن با یک آیه قرآن گفتن. ما این آیه به صراحت داره میگه مسلمان ها چگونه باید رفتار بکنن با کفار. بله در آیه دیگه هم داریم، این آیه که من خوندم به صراحت میگه با همه نیکی بکنید، آیه هم داریم وقت طول مشرکین هی سواجه تو هر جا مشرکین دیدید بکشید. این ناظر به شرایط زمانی دیگه است.
این ناظر به شرایط زمانیه که رسما دیگه اونا وارد فاز مسلحانه میشن. آخه جمهوری اسلامی همین مثلا ناصر حالا انجام میده اینو. اجازه میدیم من صحبت بکنم آقای ناصر رو هم بدم آقای بابک اجازه بده من یه چیزی بگم. نکته بگم. اجازه بدین. یه حق و حقوقی دارم منم اینجا. آقا شما بفرمایید آشار جان بگو سری فقط بگو چون در اصل وقت رو بگیم مال آقا محمده اما بفرما شما. نه خب دیگه صدایی نمیاد نمیدونم ببخشید صدا تو نداریم دوست عزیز. الو ببخشید صدای منو داری؟ بفرمایید. خواهش میکنم. تایمر این آقا ناصر گفتن که من 9 سال درس خوندم شدم نمیدونم چی دارم دین تخصصی فلان مدرسه یه دیپلم یارو میگیره 12 سال درس میخونه پس اونم میشه مثلا تخصص اونم فلان یا یه دونه سیکلوم میگیره 9 سال درس میخونه. شما تونستی دانشگاه کنکور پزشکی تونستی قبول بشی که مثلا این ممنونم یاشاد ممنون اجازه بده من میخواستم خود منم میخواستم در همین مورد صحبت کنم اگر میشه میکروفون آره. اجازه یاشاد ببند ناصر جان خب راست میگن دیگه 9 سال رفی درس بخونی به این که در مورد چی که بری بخونی که آیا محمد با یه خر پرنده‌ای قوانین علوم و فیزیک و همه رو جابجا کرد و به 7 آسمون رفته اومده 9 سال سر چی درس خوندی؟ خب 9 سال خوندی که به این اعتقاد همچنان معتقد باشی به این الان این مسئله که هست میگن اگه من پزشکی خونده بودم پزشک شده بودم واقعا برای جامعه خیلی مفیدتر می‌شد اگه پزشک شده بودم. ببخشید من صحبت بکنم آقای بابک الان اجازه بده من اجازه بده عرض کنم حتی یاس جان اینو من قبول ندارم چون یه دوست دیگه اومده بود اینجا اگه اشتباه نکنم داشت داروسازی میخوند تو پروفایلش نوشته بود مهندسی و عمران هم خونده بعد اومده بود دقیقاً بر این باور شیعه و اسلامیش هم دقیقاً بود. خب این چجوری طرف میتونه داروسازی بخونه با علم سر و کله داره میزنه و این حداقل در زمینه داروسازی و در زمینه مهندسی عمران میتونه برای من چون خودم بیولوژی خوندم از من چون خودم بیولوژی خوندم دارم میگم اصلا نمیدونم چجوری کسایی که دانشجوی بیولوژی هستن الان در مقاطع مختلف اومدن خوندن همچنان در روی اون باورهای قرآنی حداقل اگر قرآن رو خونده باشن بخوام بمونن به وجود اون الله و یا مسائلی که هست همچنان اعتقاد داشته باشن نمیدونم واقعا. حالا بفرمایید من اجازه ناصر عزیز اجازه بده اجازه نگفتم نداری قربونت منم مثال زدم اون دوست عزیز دیگر رو که مهندس عمران بوده و داشت به حساب داروسازی هم میخوند. حالا اجازه بده ما محمد چون چند بار درخواستش که صحبت کنه دوباره برمیگردیم به خودت اون ادامه بحث خودتو بریم. محمد جان بفرم من با کسب اجازه از دوستان ببخشید من قطع شد اولی که جوابی رو بدم ببینید من خودم دانشگاه که بودم حالا اسم دانشگاه نمیگم استاد دانشگاه داشتیم پروفسور یعنی مثلا فرض کنید سالهای سال درس خونده پروفسور مثلا رشته مکانیک رشته مهندسیه و اعتقاداتی داره که آقای ناصر هم بهش میخنده یعنی این اصلا نشون یعنی ببینید تعصبات فکری و اعتقاداتی که از کودکی به ما تزریق میشه اینقدر قوی هست که این تناقضات رو پوشش میده و واقعا قابل دیدن نیست. یه مهندسی عمران که هیچ میگم این طرف پروفسور این اعتقاداتو داره. بگذارید آقای ناصر این نکته گفتم من خیلی سریع اشاره بکنم ببینید جواب دقیقاً همین چیزی که شما دادید یه شب دیگه آقای ایمان سلیمانی امیری جوابتون ندادن که مثالش هم این بود که هیتلر نقاش بوده خیلی روح لطیفی هم داشته ولی این هم آدم کشته این اصلا توجیه نمی‌کنه. نکته دیگه شما گفتید 9 سال درس خوندید خب شما از آقای خمینی و آقای مکارم شینازی و دیگران که بیشتر درس نخوندید که ببینید الان یکی مثلا متخصص مغز و اعصاب باشه بهش بگی دکتر سمی میگه من اون رو قبول دارم هر نظری بده شما آقای خمینی رو هم قبول نداری که توی کلیپش دو تا کلیپ ازش هستش که تو سخنرانیش عملا گفته که میگن آقا چرا ما اینا رو میکشیم میگه حضرت علی که نمیدونم بزرگ ما بود فلان و چه 900 نفر رو توی بنی قریظه کشته حالا ایشون هم نمیفهمه آقای مکارم هم نمیفهمه دیگران هم نمیفهمن شما متوجه میشید. ببینید این که نمیشه این همون میشه مغلطه معیارهای دوگانه که من داشتم صحبت میکردم حرفم قطع شد حالا نمیدونم تا کجا صحبتامو شنیدید میخواستم یه چیزی راجع به تفاوت توهین و فحاشی بگم آقای بابک نمیدونم از کجا صدام قطع شد اگه اشاره بکنید من ادامه بدم صحبتام
والا بس به جای مختلف خودم حضور ذهن ندارم. اگه مثلا هر چی سلام ببین من دوباره خیلی سریع اشاره میکنم. من خیلی سریع اشاره میکنم سریع. ببینید نکته ای که من گفتم، گفتم تفاوتی داریم بین فحاشی و توهین. ببینید توهین از وهن میاد، یعنی سبک کردن یک موضوع. اگر یک نفر بگه پیامبر اسلام مثلا زنباره بوده، این توهینه، یعنی پیامبر اسلام رو داره سبک میکنه از اون جایگاه مقدسی که پیدا کرده، خب، و جای بحث داره. ولی اگه یه نفر بیاد بگه مثلا پیامبر اسلام یا مثلا آقای محمد رضا گاوه، خب من جای دفاعی ندارم، این دیگه میشه فحاشی. ببین فحاشی خیلی تفاوت داره با توهین. ما الان هر چیزی راجع به قرآن بگیم، هر چیزی راجع به پیامبر بگیم، از دید یک مسلمان همش توهینه. حتی اگه بریم تاریخشون رو برداریم بیاریم براشون بخونیم که اینجوری شده اونجوری شده، اینا رو همه رو توهین میدونن. من فکر میکنم توهین خوبه، فحاشی خیلی خوب نیست، مگر در جایی. من اشاره کردم با ایمان، ببخشید، آرمین نوابی اگر بشناسید، که ایشون از این روش استفاده میکنه و توجیهشون اینه که اگر ما یک سری توهین ها و فحاشی ها رو داشته باشیم به صورت دقیق و منظورم ببخشید عمیق داشته باشیم، یک مقداری از اون تقدس اون اعتقاد میکاهه و دوستانی که به خاطر این قضیه شاید یک چیزی میگن و کشته میشن و شاید یه وبسایتی میذارن 4 تا نقد میکنن به خاطرش اعدام میشن، حداقل اگر توهین های سنگین تر بکنیم کار اینها یه مقدار سبکتر جلوه میکنه و ما از کشته شدن انسان ها دفاع میکنیم، پس فحاشی رو توجیه میکنه. ولی من به شخصه و خیلی از دوستان به نظرم توهین کاریش نمیشه کرد، یعنی به هر چی ما بگیم از دید این دوستان توهین، اما فحاشی خیلی نتیجه ای نمیده. کلام آخرم هم اینه که من یه مثالی فقط بزنم، میگم تو همین گروه هایی که آخوندهای صحبت میکنن پای منبر میرن 1 ساعت و 45 دقیقه از 2 ساعت صحبت میکنن، یه رو فقط دوستانی میان سوال میکنن، ما من و دوستم وارد این گروه شدیم، اول صحبت خیلی هم با احترام ها. یعنی اگه مثلا یکی بره، چون ضبط هم میشد، یکی بره نگاه کنه فکر کنه مثلا ما شیعه حالا مثلا اثنا‌عشری هستیم، ولی واقعا رفتیم با احترام. اول صحبت طرف میگفتش که آقا وزر بوخنه یعنی فلان و فلان و فلان نباید زنو بزنید. ما 4 تا آیه آوردیم و 4 تا صحبت برای طرف آوردیم، آخر صحبتش گفت نه البته میتونید با دست یا با چوب یا چیزی بزنید، فقط جوری بزنید که دیه نگیره. یعنی ببینید با این با این ترفند، خب، و ما رفتیم جلو و طرف خودش اعتراف کرد این قضیه. حالا اگه ما میرفتیم فوش میدادیم، توهین میکردیم، سر ریمو و میکردن، اصلا نمیذاشتن ما حرف بزنیم، ما که نمیتونیم این آخوند رو قانع کنیم، ولی 4 نفر که حرفای ما رو میشنون شاید یک تلنگری بخورن. خیلی ممنونم، لطف کردید از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. ممنونم محمد جان. فقط من یه چیزی عرض کنم، آره ما حداقل ما بچهای جمهوری بی خدایان آرمین نوابی رو میشناسیم، ما داریم با هم کار میکنیم. ببخشید خانم شرمنده، من در راستای این صحبتی که آقا ناصح فرمودن، من خب یک نکته تاریخی رو عرض میکنم از کتاب سنگ 7 قلم از باستانی پاریزی که نقل میکنه که هولاکو خان در یکی از لشکرکشی‌هاش خودش پیاده میشه اول و اون خوشه گندم‌هایی که اون کشاورز گذاشته بوده وسط میذاره کنار و اسبش رد میشه و بقیه مغول‌ها هم همین کار رو میکنن. پس ما نمیتونیم بگیم که هولاکو خان آدم خوبی بوده یا نمیتونیم بگیم که آدم بدی بوده، نمیتونیم واقعا درست در، یعنی شما فرمودید که آیا پیامبر یعنی اینقدر انسان مثلا کار شنیع بوده یا انسان پستی بوده که این کارا کرده، به انسان یعنی به گوسفند بیشتر اهمیت میداده. بله گوسفند خب توی جامعه اون روز عربستان بسیار نقش حیاتی داشته، چون اون زمانی که پیامبر به در واقع قدرت میرسه اون موقعی بوده که بسیار خشکسالی بوده و بارندگی نمی شده و باید که گوسفند و نمیدونم حالا خورما و اینها بوده، هرچند که پیامبر به نخلستانهای خیبر هم رحم نکرد و شروع کرد همه رو بریدن، که واقعا من خیلی جای تعجب داره، هرچند بعدن خب گفتن که این کار رو نکنی. ولی میخوام بگم که خب هولاکو هم که از سر مردم مناره می ساخت، چنگیز هم که این کار را می کرد، به گندم و جو و اینها نه به خاطر احترام بلکه به خاطر اینکه این گندم و جو بعداً به کار می اومده و برحال برای سپاه خودش مانع شکستش بوده، خب مجبور بوده که این کار را بکنه، یا برحال تصمیم گرفته که این کار، یا اصلا درستش این بوده که این کار را بکنه. ممنونم از شما. اگر امکانش هست برگردیم به کاوه جان، شما صحبتی داری؟ من صحبت کوتاه بکنم، فقط می‌خواستم
انصباته داشته باشم با دوستان مثل ناصر و تفکرات همسو. بچه زیادم بد نیست دوستانی که حالا به سمت این علوم دینی میدن و در واقع مشتهدهای همسو هستن با تفکر ناصر. این دوستان در واقع فشار همین ماها هست که باعث میشین دوستان بیان بگن که خودشون همسو کنن با کنونسیون های حقوق بشری، کودک و زنان و بیان به این سمت که در واقع چیزی از اسلام دیگه نمیمونه اینجوری که حالا غیر از اون تغییر هایی که آقا ناصر و امثال ناصر میکنند، اما همینطوری دارن از ازش میزنن خودشون و این همون چیزی که اهل سنت باش درگیره. اهل سنت میگه با اینا درست نیست. حالا منم بد نیست ناصر جان همینجور ادامه بده با همین فرمون عالیه. ممنونم کاوه. سهیل جان اگه اجازه بدی بریم ناصر ادامه صحبتشو بره و بریم سراغ بچه ها دوباره به ترتیب نوبت صحبتاشون رو بکنن. بابک جان دور اولی داریم؟ نه میدونم ناصر صحبتشون تموم نشده بود. اوکی بله ما میونه کلامش اومده بودیم. ناصر میریم سراغ راسل. آره چشم. ممنونم ازتون آقا کاوه. این آقای راسل هم که قشنگ پروفایل تو گذاشته، یعنی بله اصلا ما رو خجالت زده کرده. من اسکرین شات هم گرفتم از این. البته چند نفر دوستان البته بفرستم. راسل من اون پروفایل قبلی تو بیشتر موافق بودم میومدی باهاش. حالا ایراد نداره بفرمایید. امیدوارم این اسکرین شاتی که گرفتی علیش در دادگاه استفاده نکنی. نه آقا دادگاه برای چی؟ ما اینو میدیم به دوستان ببینن مثل فکاهی بخندن بهش. ناصر جان ببین از قدیم شاعر گفته که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. بله یعنی ما ایشونو به چشم لیلی ببینیم دیگه. نه ادامه بده صحبتت تو. سامان جان اجازه بده. سامان جان اجازه بده. ناصر جان اجازه چیز کن شما ادامه بده. ممنونم ازت. بله عرض میکردم. حالا من یک آیه دیگه از قرآن میخونم. این آیه قرآن یک استراتژی رو پیش پای ما میذاره برای اینکه در جامعه چگونه سلوک بکنیم و چگونه بتونیم مخالفان خودمون رو. چی هست تو داری هی ازش میخونی؟ آقا اجازه بده. چگونه بتونیم مخالفین خودمون رو تبدیل بکنیم به موافق؟ یعنی به نظر من نسخه راهگشا برای زندگی امروز بشره. میگه لا تستوی الحسنة و لا سیئة، خوبی و بدی هرگز یکسان نیست. ادفع بالتی احسن، بدی هایی که بهت میشه رو به خوبی پاسخ بگوی. فاذا الذی بینه و بینک عداوة کأنه ولی حمیم، اگر اینطوری بکنی، اگر بدی رو با خوبی پاسخ بدی، عداوت دشمنی شما به ولی حمیم تغییر پیدا میکنه. ولی یعنی دوستی خاص. عرب به دوستی میگه حبیب. ولی یعنی یک دوستی خیلی خوب و حد بالا. میگه ولی حمیم، حمیم از حمام میاد یعنی گرم، تبدیل میشه به یک دوستی فوق العاده ویژه آتشی. ناکنین اینه راهبرد قرآن کریم به ما. اینه میفرماید هر بدی که به شما میشود و با خوبی پاسخ بدید. اصلا این آیات آیاتی که به پیامبر نازل شده، خود ایشون هم اولین عامل بودن به این آیات. و ما هرچی که در روایات میبینیم، هرچی که در تواریخ میبینیم، بایستی با این آیات بسنجیم و بعد ارزش گذاری بکنیم. یک نکته هم که میگم دوستان عزیز، لزوماً شما میتونید روی یک مسئله متوقف بشید، مثلا بگم خدا رو قبول داری، بگی نمیدونم، اسلام دین حقیه، نمیدونم. اما متاسفانه مشکل خیلی ها اینه، خیلی از رفقای ما هم همینه ها، کسایی که مسلمان های خیلی دواتیشن، به پیشفرض های ذهنی خودشون متعهد میمونن. یعنی چه؟ یعنی طرف از اسلام بدش میمده، تا آخر با همون دستفرمو میره. یکی از اسلام خوشش میمده، با همون دستفرمو میره. آقا شک بکنیم گاهی اوقات، بگیم آقا این پیغمبری که ما در گوش و مدام میخونم بده، شاید هم اینطوری نباشه، شاید هم این ناصر رسولی حالا درست میگه. منم همین کارو بکنم، بگم این پیغمبری که برای مقدسه، شاید این آقایون روم آتئیستا و جمهوری بی خدایان هم درست بگن. اینقدر بسته نباید هممون رو همون فکر بکنیم. آقا ناصر سعی کنیم در چون دلم لحظه آقا مسئلتون، شما گفتین که پیغمبرتون باید عامل بوده، پس چرا خودش به مسلمان گفته 4 تا زن بگیرید؟ خودش 13 تا زن داره. چرا خودش با زن پسرش و دختر خالش و خالش و همش رابطه جنسی داشته؟ اینم میشینید یه نظری بدید؟ قربونت برم این مباحث است، باور کنید به قدری پراکنده میشه که اصلا نمیشه بهش پرداخت. ناصر جان اجازه بده. آره یاشار عزیز، ما چند شب پیش هم در مورد این قضیه صحبت کردیم. امروز مبحثمون در مورد توهین به عقاید و مقدسات.
اگه اجازه بدی. نه آره من ادامه... بود که بعد ایشون عامل نبوده، محمد عامل نبوده به حرفش، چون ایشون گفتن که مغلطه ای رو استفاده کردن که محمد به کار خودش عامل بوده به اون چیزایی که میگفته، پس این نشون میده که ایشون عامل نبوده به حرفایی که میزده، حرفاش برای دیگرون بوده. ممنونم که متشکر شدی، خواهش میکنم. ناصر جان ادامه بده. این نکته رو بگم، خدا شاهد این آیه رو شما هر کجای دنیا بخونید مگه میشه کسی شیفتش نشه؟ مگه میشه کسی قربونش نره؟ ناصر بگیر از دهن در بیار، خواهش میکنم که کم فاصله بگی. ناصر من هیتفون گذاشتم فقط داره تبر میکوبه تو میشم. آره خیلی پیات. این خدا چند شب پیشم یکی از کاربرا اومد، یکی از دوستانی که گوش میدادن با هم پیغام داد که آقا بگین این ناصر خود گوشی رو دهنش داره خود فاصله بگیره. آره با این میکنه با هیجان. بله اینه، این آیه رو شما هر کجای دنیا برای هر کسی بخونید، این آدم قربون این دین میره، باور کنید. میگه مگه میشه تو امرو ول کن بابا اینو بندازیم بیرون یا من برم؟ آقا علی جان نه نه علی جان، اگر ناصر با همین فرمون جلو بره من اسلام میارم، اجازه بدین صحبت کنم. من الان من میگم نه، شما میتونید عقاید من رو تغییر بدید نه من، ولی نکنه این آیات رو در کنار مسئله من فهوای کلامم اینه، ما برای فهم دین یک متدولوژی داشته باشیم، هر چیزی رو که شنیدیم باور نکنیم. ببین این آیه رو اصلا بگیم وحی در کار نبوده، اصلا بگیم وحی در کار نبوده، خود محمد این آیات رو گفته از خودش. خب ببین یه کسی همچین حرفی رو زده، خب قطعا ببین کسی که یه بهره ای از عطوفت و عاطفه داره، این جمله جمله سبکی نیست، میگه آقا بدی میکنه تو خوبی بکن فلان، اینا ماشاءالله از این آیات داریم. آقا این که فقط ببین تو چیکار کردی من عرض کردم. آقا بابا من میتونم یه پاسخ بدم به آقا؟ نه ناصر تموم شد وقتت. خب نه اینو بگم و تموم کنم دیگه، بفرما بعد 15 ثانیه. سوره توبه مربوط به دو سال آخر عمر پیامبر، نازل هست به شرایط فورس ماژور، طوری که ناکن میگه جنگ ها به اوج خودش رسیده بود. اون هم ناکن شما در همون سوره توبه آیات فکر میکنم یک تا دهش رو بررسی کنید، میگه بکشید ببندید فلان بکنید، میگه الا الذين عاهدتم، مگر کسانی که عهد باشون بسید و لم ينقضون شيئا و عهدشون رو نقض نکردن. ممنونم ازت ناصر، ممنونم موضوع داشته باش با دوستانم صحبت کنم. ببند میکروفون تو. اجازه بده بابک جان دوستای دور اولی صحبت بکنن، دوباره میایم از بعد از ناصر. چه حیف، من راسل چرا رفت؟ من موضوع بودم راسل صحبت کنم.